چند سال پیش نوشتن این رو که ما الان وارد دنیای شدیم که به دنیای پست مدرن امپریالیسم هست، یعنی امپریالیسم پست مدرنی که در اونجا آمریکا عملا یک دولت جهانی برقرار کرده و اداره داره میکنه. حالا سوالی هست از اینا که فکر میکنن اون استقلال به درد میخوره، سوال اینه، حالا واقعا ما حاضرین قراره که در برابر این دولت جهانی و این امپریالیسم پست مدرنیستی دستامون بلند کنیم، بگیم به قول عربا انا عبید، ما هم مخلصیم، چاکریم، ما رعیت شما دولت جهانی هستیم، هرچی شما بفرمیدیم، یا اینکه نه بگیم که نه بابا تو واسه سر جای خودت، من جای خودم، جنگم نمی کنیم، همیشه در دل دوست داریم، در سول باشیم، بعد بیرام نمی دیم، من در هم نمی دیم، اما همه حقوق دو طرف به طور برابر باید محفوظ باشه، من حق خودم رو دارم، هم حق خودت رو داشته باش، فرق نداره به من بگی که من فقط دولت هایی رو میخوام در این چه کشورهای مختلف جهان رو کار بیان در مسیر منافع من باشند. این رو شاید برای بعضی ها تعجب آور باشه، تقریبا شاید یه ماه پیش بود که در برنامه بکریای CNN میزگرد درست کرده بود با 4 زبون مصری که 3 دانشجو بودن و یکیش خانم جوون وکیل حقوق بشر با اینا صحبت میکرد. از اون خانم وکیل میپرسیدیم پیامی که اوباما داد برای این مسئله سهار عرب و موج دموکراسی خواهی نظر چیه؟ دلگرم شدی؟ گفت نه، نه فقط دلگرم نشدم، اصلا انتظار نداشتم دلگرم بشن. حتی به اون صحبتهایی که در دانشگاه قاهره کرد هم من دلگرم نشدم. از اون جوانها که یکیشن پسر آقای ایمان نور که در زمان بوش کاندیدای ریاست جمهوری بود و حسن مبارک دستور داد گرفتن کتک زیاد دادن به زندان انداختن، کاندالیزا رایس وزیر خارجه بوش وقتی به قاهره رفته بود با اون ملاقات کرد، پسر همون آدم بگه من کاملا با ایشون موافقم، نه ما فقط کوکه‌های خالی گازشگاهی که روش نوشته ساخت آمریکا رو میشتسیم و 30 دفاع همه جانبه از مبارک رو میدونیم و ما نه، ما بیگمان این خاطرات رو داریم و تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیریم. بله. اگر واقعا آمریکا میخواد حتما به این حرفایی که میزن از دموکراسی و حقوق بشر پایبند باشه، دبل استاندارد رو یا برخورد دوگانه رو بذاره کنار و با همه ملت‌های منطقه با یه زبان حرف بزنه، درست با همون زبانی که با اسرائیل حرف میزنه با عربا حرف بزنه، با همون زبانی که با غزاتی حرف میزنه با یمن و بحرین و عربستان حرف بزنه. بله. ما میدونیم که عربستان بود که همین تازگی ها به فشار آمریکا تولید نفتش از 9 میلیون به 10 میلیون بشکه در روز رسوند به کمپانیای نفتی درآمدش خیلی بیشتر بشه. خب معلومه که آمریکا در عربستان نخواهد گفت که رژیم تعرض کن به مردم دموکراسی بده، اصلا حرف نمیزنه و همون بحث بود که در پیامی که اوباما داد اینجا آمریکایی‌ها خیال میکردن ده به عجب پیامی بود، دست آسیا اعتراض داشتن که چرا این همه وعده به اوباما. در اون صحبت به قذافی رو شدیدن انتقاد میکنه که باید بره و به سوریه توصیه میکنه که بهتره به مردم جواب مثبت بدی، به بحرینی ها یه لبخند میزنه، به یمن میگه که بهتره به حقوق مردم توجه بشه و کوچکترین اشاره‌ای هم به عربستان نمیکنه. نه این رو شاید خودشون برای دلخوشی خودشون بگن، اما در جهانی که امروز دست کم جا گلوبالیزیشن اگر هیچ سودی نمی داشت، همین سودهایی که ما ازش استفاده می کنیم
خیلی با ارزشه. دنیایی که جهان به شدت به هم پیوسته است، انسان ها در سرتاسر جهان اندیشه هاشون رو به سرعت به هم پیوند می زنن، از هم با خبر می شن. در چنین روزگاری عوام فریبی های 30-40 سال گذشته مشتری و خریدار نخواهد داشت. فقط استقلال یکی از درست های بزرگیست که ما از سیتی باید بگیریم و اگر مصدقی هستیم و یه راه مصدق رو تأیید میکنیم و اگر با اون چه که این روز در میهن محبوب ما میگذره، اون جنایاتی که جاریست در کوچه پس کوچه ها و خیابان های مملکتمون در سر تا سر ایران ما، اگر در رابطه با اون ما به راه حل دیگری میاندیشیم یادمون نره. درس هایی که از سیتی میتونیم بگیریم: دموکراسی، استقلال و حاکمیت ملی. درود بر شما، سپاسگزار. جناب قرعوی، به پایانم به یک نکته اشاره کنم، به ویژه برای اونایی که در مورد محمد رضا پهلوی گاهی مطالبی میگن که سعی در تحریف تاریخ دارند. در روز 27 تیر هیئت منتخب مجلس شورای ملی به کاخ سعدآباد میرن که با شاه ملاقات کنند. بعد زنده‌یاد اصغر پارسا هم در کتاب خودش راجع به این موضوع گزارشی دارد، می نویسند: با شاه ملاقات کردیم، شاه گفت آقایان که این اعلامیه را داده اید متوجه باشید من با ارتش جلوی بی‌نظمی را خواهم گرفت. من که نمی توانم انتظام مملکت را در دست دولت هایی که می آیند و می روند بدهند. من فرمانده کل قوا هستم و باید این وظیفه را انجام دهم و پدرم هم گفته و تنها وصیتش به من این بود که من ارتش را از دست ندهم. شما هم به مردم بگویید اگر ایستادگی بکنند من با ارتش جلوی آنان را میگیرم. این عین بیاناتش بود. بعد میگه من در جوابش گفتم آقا این زن و مرد، این مردم مالیات نمیدهند که گلوله بخرند و با آن گلوله مردم را بکشند. شاه باز تاکید کرد من با ارتش با بی‌نظمی مقابله خواهم کرد، چون هم امروزیان حاکم بر کشور ما. اینم پاسخ به اون فریبکاران یا فریبخوردگانی که میگن اول دیکتاتور نبود بعدن دیکتاتور شد. و این مطالب دقیقا نشانگر ذهنیت مستبدانه ذلیل او بود که دنبال فرصت میگشت تا اونا رو پیاده کنه چون پدرش، و ذهنیت دیکتاتور مستبد کوچولوی وابسته. و یک نکته دیگه این که هموطنان به ویژه جوانان باید بدونن که در سی تیر با چه نحوه تفکر خشونتبار و خونباری مردم مقابله کردند، مقاومت کردند تا پیروز شدند. بله، این حرفایی که شاه زده منو به یاد همین روزا میندازه. دقیقاً. مقام اعظمای ولایت هم الان همین حرفا رو میزنه. فرمانده کل قوا، قوای نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، جاندارمری، بسیج و فرمانده کل تمام قوای سرکوب لباس شخصی و غیره. حالا معنی این کلمات رو ما امروز خوب میفهمیم. اون جماعت حرفا رو میزنن مشخصا حق ندارن امروز کوچکتر میرادی به اونچه که میگذره بگیرند. با وقتی که با این وضع امروز مخالف هستیم، با اون هم مخالفیم، با اون مخالف بودیم، با این هم مخالفیم. درودتون با دقیقا. و حتما هم در گفتگوی دیگر این سوال مطرح بشه، این پرسش که چگونه است و چرا که در ظرف 59 سال فقط یک سال سی تیر در سال 1332 بزرگداشت گرفته شد و بقیه سالها دیگه نه تا امروز. بسیار نکته با ارزشی بود. بله، رمزش هم همونی که اشاره کردم، فلسفه‌ای که امروز داشت. دقیقاً. دیدگی آگاهانه مردم در برابر استبداد و اون زمان استعمار
پایبندیشون به دموکراسی، آزادی و حاکمیت ملی بود. درست به همین دلیل هم تمام دیکتاتورها از این روز ترسیدن. درودتان باد، سپاسگزار، خسته نباشید جناب غربی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. روز روزگار در شما خوش، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره نگاهی به رویداد سی تیر و اینکه چرا و چگونه این روز رخ داد، چه ویژگی های این روز داشت، گفته ها و مباحث انگلیسی ها و آمریکایی ها درباره اهمیت نفت و اینکه کسی که نفت نداشته باشد در جنگ های آینده پیروز نخواهد شد، با نفت ایران توانستند در دو جنگ پیروز شده، استعمار خود را گسترش داده و دو کودتا در ایران کردند، سید ضیاء و رضا خان، دیگری در نهضت ملی و ملی شدن نفت با پسر او محمد رضا پهلوی، مردم ایران و مصدق با دو مشکل استبداد و استعمار، یعنی دخالت شاه با ارتش در انتخابات و تمام شئون و سرسپردگی به بیگانگان برای تأمین منافع آنها، و همچنین دخالت‌های بیگانگان آشکار و نهان توسط عناصر مزدورشان. تنها دولت دموکراتیکی که ایران دیده بود دولت مصدق بود که توسط رژیم‌های مدعی دموکراسی و عوامل مزدورشان با کودتا سرنگون شد و چرا این دولت‌ها و کمپانی‌های نفتی آنها دست به این جنایت زدند. مردم ایران در یک ساله حکومت مصدق درباره دموکراسی بسیار آموختند و تمرین کردند. روز سی تیر مردم با خون خود نوشتند: از خون خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق. این بی دلیل نبود، این بت پرستی نبود. مردم در مصدق دموکراسی، افتخار ملی و آزادی را می دیدند و می دیدند مردم حق دارند راه پیمایی کنند، تظاهرات کنند، پلیس فقط حافظ نظم و حافظ جان آنها باشد، نه قاتل و سرکوب کننده. مردم در سی تیر ایستادند، کشته شدند، مقاومت کردند تا پیروز شدند. از میان مؤلفه های مصدق، سه مؤلفه آن بسیار برجسته تر است: آزادی، حکومت قانون، حاکمیت ملی یا استقلال. اینان که میگویند با گلوبالیزه شدن یا جهانی شدن مرزها از بین رفته و استقلال دیگر معنی ندارد. گلوبالیزه شدن امروز گلوبالیزه شمال به شمال است، نه جنوب به جنوب و نه شمال به جنوب. استقلال امروز اهمیتش از همیشه بیشتر و مهمتر از گذشته است. نتیجه گلوبالیزه یا جهانی شدن، بیشتر شدن تفاوت فقیر و غنی در جهان، هم در سطح ملی یعنی در آمریکا و هم در سطح جهان است، و یک دیکتاتوری اقتصادی و هم دیکتاتوری سیاسی جهانی. سی تیر این روز بزرگ و نماد آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت ایران و روز گزینش اولین منتخب تاریخش در میان خون و آتش وحشیانه نیروهای نظامی زیر فرمان محمد رضا پهلوی که در روز 31 تیر شهید دکتر حسین فاطمی در سرمقاله باختر امروز نوشت مصدق بر اساس رفراندوم مردم زمامدار شد. سخنان محمد رضا پهلوی در روز 27 تیر 1361 با منتخبین مجلس شورای ملی و در راستای سرکوب مردم به عنوان فرمانده کل قوا، و اینکه چرا و چگونه است که در ظرف 59 سال از گذشت سی تیر فقط یک سال در سی تیر 1332 در این روز بزرگ داشت گرفته شده است. توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.